سلام برای بچه مارشالی، وقتتون بخیر. با یک روز دیگه از مپ اسکورچرز در خدمت شماییم و قرار ماجراجویی کنیم داخل این مپ و خودمون رو تقریبا داریم آماده میکنیم برای باس فایت. البته آپشن های مختلفی داریم که با نظرسنجی خودتون بچه ها انتخاب میکنیم. ما برای زدن باس فایت منتیکور میتونیم یا فقط از دایناسورهای لایتنینگ استفاده کنیم یا فقط از دایناسورهای فایر استفاده کنیم یا از دایناسور فاسلوسوچوس استفاده کنیم یا اینکه اگه فرض کنیم این منتیس رکسه میتونیم از رکس استفاده کنیم. البته یه دیوانگی محض اینه که ما فقط از دایناسور راک المنتال استفاده کنیم. اینو من ندیدم یوتیوبری با راک المنتال بره منتیکور رو بزنه و خیلی هم خودم دوست دارم که این کار رو انجام بدم، ولی باز نظر سنجی میذاریم بچه ها. نکته ای که داریم اینه که دایناسور لایتینگ ما یه جفت داریم و اگه بخوایم با این بریم با برید کردن میتونیم ازش این کار رو انجام بدیم. در مورد دایناسور فایر هم همینطوره. در مورد دایناسور فاسولا، دایناسوری که ما داریم نره و اگه بخوایم با این دایناسور بریم با یه دایناسور ماده بگیریم و جفتگیری ازش کنیم. نکته مهم در مورد دایناسور راک المنتال اینه بچه ها که جنسیت نداره، یعنی ما نمیتونیم ازش برید بگیریم و به خاطر همین قضیه ما باید اگه میخواییم فقط با این دایناسور بریم باید 20 تا راک المنتال تیم کنیم. البته روش تیم کردنش سخت نیست، محل اسپانش هم پایینه، ما قفسش رو هم داریم و کار ما آنچنان سخت نیست. بچه ها نکته مهم دیگه اینه که دایناسور سراتوساروس به مپ اضافه شد به صورت رسمی، دیگه ماد نیست و یکی دیگه از ترکیب های احتمالی میتونه دایناسور سراتوساروس باشه. دقیقا روبروه من دارم میبینمش. ببینید بچه ها اینجاست سراتوساروس و ما میتونیم با تیم کردن این دایناسور یک ارتش 20 نفری از دایناسور سراتوساروس داشته باشیم و بریم برای باس فایت. روبرو رو نگاه کنید، دو سه تا از اینا هست که ما رو وسوسه میکنه که دایناسور سراتوساروس بکشیم بچه ها. خب سه تا پایینه، یکی هم اونجاست. برای کشتن سراتوساروس و آوردنش داخل تیم خودمون ما آیتم هایی که نیاز داریم اول از همه اینه بچه ها. از طریق این باید ما بیایم و خونم خودمون رو بگیریم تا بتونیم این آیتم رو بسازیم. بهتون نشون بدم، هموگلوبینه، درسته که با 15 تا بلاد پک 10 تا نارکوتیک و 10 تا هم سراتو ونوم به دست میاد که اون ونوم هم با کشتن خود سراتوساروس به دست میاد. اوکی، این از این و صدلش هم تو لول 40 آزاد میشه، 270 تا فایبر، 20 متال انگات و 130 تا هایت. چیز خاصی نیست. اینم باز میکنیم. ما بلاد پک میخوایم که گفتم. خب بچه ها هایت میخوایم و چیتین. چیتین رو من دارم داخل شکم فکر کنم. بله چیتین اینجاست. هایت هم داریم، بریم اینو بسازیم. خب برای استفاده ازش میزنید، دو تا داریم فعلا، نیا کنید 245 تا. هر بار که میزنید تقریبا 22 تا جونتون کم میشه. A few moments later. خب بچه ها بلاد پک رو گرفتیم تو این فاصله، ما بریم صدل دایناسور سراتوساروس رو هم بسازیم. بچه ها بریم اول از همه چند تا سراتوساروس بکشیم، ونوم هاشون رو بگیریم، بعد از اون اون ماده بنفش رنگ رو بسازیم و کار خودمون رو راحت تر کنیم. بچه ها تو سری حضرت نوح ما این دایناسور رو هم کشتیم هم تیمش کردیم. خب الان خیلی راحت این کار رو انجام میدیم. تو ارتش خودم داشتیم چقدر روبرو دایناسور سراتوساروس اینجا اسپان شده. خب اول از همه ما بریم این روبرو این چند تا رو بکشیم چون شلوختره کارمون راحت تر. چون اگه یکم بخوایم تیم کنیم باید یه جای خلوت باشیم. خب اینا رو میزنیم. هرسته هم دارم به من حمله میکنم. خب اولی رو کشتیم، دومی رو هم کشتیم. انگار یهو اسپان شدن زیاد اومدن تو این مرحله.
و ما خوراک ما همینه. هر دایناسوری که نظم منطقه رو با هم بریزه ما دهنش سرویس میکنیم. اینا لول 13 به درد اون نمیخوره. خب اینا رو هم کشتیم. دایناسور فاصله ما خیلی قوی شده بچه‌ها. یکی دو روز این پایین نیومدیم، دوباره اینجا بکش بکش شده. یه سراتوساروس رو به روه، نمیدونم لولش هم، اینا رو بزنم. راک الیمنتال نه، راک الیمنتال جزی گزینه‌های احتمالی ماه، پس ما نمیکشیمش. سعی تر در بریم. خب بریم این سمتی. داریم این دایناسور زیر خاک سرعتش بیشتر تا روی خشکی. خب یه سراتوساروس اونور دیدم، ببینیم لولش چنده. خب سه تا هم لول 70 مادره، لول 13 هم مادره، لول 23. خب این کار ما راحت تر میکنه اصلا. بایسین این لول 70 خوبه. تخمه سگ من دارم اینجا رصد میکنم منطقه رو. تو داری به من حمله میکنی؟ پارت میکنم عوضی. خب ببینم چند تا ونوم داریم الان. خب گوشتم که داریم، 4 تا باید بیشتر بزنیم. بریم رو برارم بزن. یکی از اینا فکر کنم مادر بود. روبروی یک دیگه هم هست. شما لولاتون چنده؟ اولی رو زدم، تو رو نمیخوام بزنم. خب بریم سمتی. هوا هم خیلی گرم شده بچه ها. باز هم راک الیمنتال. بچه منطقه که هستیم فوق‌العاده است. دم همه تون گرم. یعنی منطقه هستیم که همه جور دایناسور داره اینجا. نگاه کنید. یعنی ارتش راک الیمنتال هم میخواییم درست کنیم تو همین منطقه خیلی راحت میتونیم درست کنیم. خب A few moments later. بچه ها هرچی سراتوساروس لیول پایین بود توی این منطقه رو کشتیم با بلاد پک، سراتو ونوم و نارکوتیک تونستیم 5 تا هموگلوبین بسازیم. خب چیزی که برای تیم کردن دایناسور احتیاجه. بذاریم من تو نقشه یه چک بکنم. بایسین سراتوساروس یه لیول 70 رو به رو. بریم اینو تیم کنیم. خب بریم جلوتر. ما برای این کار بچه ها اینو باید بدیم دایناسور هم بخوره. حالا برم سمت دایناسور سراتوساروس. بیا به من حمله کن، به من حمله کن. خواه این همزمان که میخوره بچه ها نگاه کنید یه درصدی بالای سرش داره اضافه میشه. 5% نگاه کنید. من میتونم به دایناسورم گوشت بدم همزمان که دمیج که میزنه خونسا بشه. سالا خب چون داریم 11%. بذار بشه. سعی کنند دایناسور های استفاده که جونش زیاد باشه بچه ها. 100%. الان دیگه دمیج نمیزنه به ما. تموم شد. حالا وقت غذا دادن ما. خب بچه ها تو این تایم دیگه از این به بعد به صورت پسیو بهش غذا میدین و ببینین به شما اصلا کاری نداره. دیوانه شده و مست. بعد وایسیم تا گشنش بشه. بچه چون لولش بالاست دیرتر گشنش میشه.
بچه ها بالاخره تیم شد و ما بهش غذا دادیم. بهترین غذا برای تیم کردنش کیبل. بچه ها اطلاعات دایناسور داره به ما نشون میده. عرض کنم خدمتون که بهترین چیز برای تیم کردنش کیبله و اگه کیبل نداشتین را پرایمیت و را فیش میت و در کنار اون حالا ما که نداشتیم گوشت دادیم بچه ها بشه. من میگم اگه بیشتر طول کشید ولی باز ایراد نداره. سدل رو ساختیم و سوار این دایناسور شدیم. دایناسور فوق العاده خوش ساختی، قبلا به صورت مات بود داخل بازی و الان دیگه خود دایناسور هست. خب دایناسور فاصله اون اینجاست. اینو بگم بیا دنبالم. بذار بیا دنبالم. بعدی رو میخوام با راک الیمنتال تست بگیرم، ببینم با راک الیمنتال میشه این کارو کرد یا نه. بذار بیا دنبالم. A few moments later. خب حالا بیا بخور. بیا بیا بیا. خب بیا امره من بیا. امره من بیا. بیا بیا. خب بیا 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 بیا. بیا. خیلی سریع مست میشه بچه، نگاه کنید. هیچ کاری نداشته باشید، فقط بزنید دایناسور شما رو گاز بگیره. نگاه کنید، من دو تا ضربه بزنم میمیره. صد درصد الان یه دو تا ضربه دیگه میزنم و بیخیال میشه. حالا ما میریم پشت سرش و به صورت پسیوش غذا میدیم. بچه ها 82 درصد از تیمش چون لولش پایین بود همون اول با یه دونه را پرایمیت اوکی شد. اوکی اینم از دایناسور استراتوساروس. بچه ها این یکی میله. بله لولش زیاد بالا نی. بریم سم یکم لول آبش کنیم بچه ها. ببینیم بچه ها با حمله اولش گاز میگیره درسته؟ با حمله دومش شاخ میزنه مثل کارنو. ما الان اینجا لول اپش رو میکنیم. دنبالا نیفتی پایین. این رو بزنیم. اینجوری سعی دایناسورمون لول اپ میشه. بچه ها این دایناسور هم فوق العاده قویه، برای باس فایت شاید بتونیم ازش استفاده کنیم. میگم فقط جونش اونقدر بالا نیست. خب سرتاسون لول گرفته 9 تا لول. بچه ها فعلا فقط جونش میبریم بالا. استامیناش 1290 تاست. خوبه، حالا باید درگیر بشیم. همینجوری میتونیم راحت سریع لول اپش کنیم بچه ها. بازه این هم درگیر بشه، اون هم لول بگیره. هر چی دایناسور دور برتون دیدین بگیرین. چه باحال بچهای دور دستور رو چقدر باحالن. دو تا لول دیگه هم گرفت، 7000 تا جونش شد. ببین جون اون چقدر شد. خب خیلی راحت بچه ها میتونیم سریع لول اپ بشون کنیم. عالیه عالیه. با این کار یه سرچ دیگه هم بزنیم ببینیم آیا توی این منطقه بازم از این دایناسور اسپان میشه یا نه. یه لول 20 مین بالا هست بزنم. این ضربه اولشه، گاز میگیره درسته؟ ببینید از این زاویه ببینید گاز میگه با سرعت خیلی بالا. با ضربه دومش هم بچه ها دوتا یا شاخ میزنه یا با دومش ضربه میزنه. ضربه سوم نداره، یعنی دکمه سی کار نمیکنه. خب بریم بالا سر اون یکی رو هم بگیریم. خیلی راحت گرفتنش. خب مادر بچه داره. بذار من سریع رو بکشم بدون اینکه وقت رو تلف بشه. برم سراغ بچهش. اوکی اینم که گرفتیم
بازم بچه داشت. شاید تو فاصله یک ساعت یه دونه پایین یه دونه بالا شد، دو تا سه تا هم پایین دایناسور سراتوسوروس تیم کردم، یعنی اونا رو دیگه وقت نداشتم، مادرشون رو کشتم بچه ها و خیلی راحت تونستم بچه هاشون رو بگیرم. عملیات ایمپرینتشون رو انجام دادم و ارتشمون قوی تر از قبل شد. همونطور که میبینید اینجا دایناسورهای اعتمالی که میتونیم باش باس فایت رو بزنیم رو دارم آماده میکنم، ارتش راک المنتال ها، ارتش دایناسور فاسلاسوچوس، ارتش دایناسور فایر وایورن، ارتش فایر لایتنینگ و ارتش دایناسور سراتوساروس. البته اگه دایناسور سراتا رو می‌خوایم ببریم باید حتما لول اپ سنگین بکنیمش بچه‌ها. دمیجش خوبه، سرعت دمیجش بالاست. فقط هلثش رو باید ببریم بالا که دچار مشکل نشیم. بچه‌ها همچنین ویدئوی باس فایت منتیکور رو هرچی سریع‌تر براتون آماده می‌کنم و توش همه جزئیات ریز و درشت اون باس رو بهتون میگم. دوستان امیدوارم که از این گیم پلی لذت برده باشین. اگه نظر پیشنهاد دارین حتما تو قسمت کامنت ها برام بنویسین. این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستای گیمرتون ارسال کنید. حرف دیگه اینه ایمونه تا گیم پلی بعدی، خدا نگهدار.